همراه هستیم با دکتر حسین یاسا، تحلیلگر مسائل سیاسی که از مونیخ به ما پیوسته. سلام، وقتتون بخیر. آقای دکتر یاسا، در رابطه با محدودیت‌های ایجاد شده برای عزاداران حسینی توسط طالبان و کشتار هدفمند شیعیان و هزارها در این ایام و انفعال طالبان در قبال آن، لطفاً تحلیل خودتان را برای بینندگان عزیز بیان بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه بینندگان محترم شما سلام عرض میکنم. برای پاسخ به این سوال شما ضرور است که اول ماهیت اصلی و واقعی طالبان را به بررسی بگیریم. در واقع طالبان یک جریان افراطی با گرایشات بسیار قوی تروریستی، یک گروه تنوع ستیز، یک گروه مدنیت ستیز و یک گروه زن ستیز است. بنابراین ماهیت طالبان طوری است که اونا غیر از قرائت شریعت که خود از اونا به او باور دارن و غیر از نحوه حکومتداری که مبنی بر استبداد است دیگه هیچ چیز قبول ندارن. بنابراین محدودیت هایی که در روزای عزاداری و ایام محرمی که ما و شما مشاهده کردیم و گزارش شما دقیق بود و خصوصا یکی از محدودیت هایی که شما در جریان عزاداری نمی توانید هیچ یک از شخصیت های اهل سنت دعوت بکنید، شما ببینید که اونا یعنی در کجای از این جای قرار داره که واقعا یک گروهی که هیچ چیز از این گروه بعید نیست، اونا همه کسانی که با اونا اختلاف نظر دارن یا اختلاف تا حدودی کم عقاید یا باورهای متفاوت دارن، اونا همه رو میکشن و شکنجه میکنن و بازداشت خودسرانه هم در افغانستان شواهد زیادی داریم. بله، سپاسگزارم از شما دکتر حسین یاسا، تحلیلگر مسائل سیاسی از مونیخ.